بینندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز چهارشنبه 26 ماه آگست سال 2015 میلادی و برابر است با 4 شهریور ماه 1394. خب صحبت ها باز در باره توافق ایران و 5+1 یا حقیقتا ایران و آمریکا در باره نیروگاه‌های اتمی، بمب اتمی، اصلا پروژه‌های اتمی هست و نظرات مختلفی هست. حتی دیدم که کیهان لندن نوشته بود اگر می‌خواهید ایران بمباران شود به توافق رأی دهید. و روزگار غریبی است، واقعا آدم نمی‌دونه چه کسی رو باور کنه. اجازه بدید من این یو استریم رو هم روشن کنم برای دوستانی که احتمالاً روی فیسبوک صدای ما رو میخوان بشنوند و یا روی تلفن‌های دستی. ضمن اینکه شما میتونید از طریق این صفحه‌ای که بهتون نشون میدم، از طریق شماره تلفن‌هایی که اینجا هست، تلفن آمریکا و تلفن انگلستان، برنامه‌ها رو با تلفن هم بشنوید. آمریکایی‌ها خیلی ساده برای هر چیزی اسم درست میکنن، ما ایرانی‌ها نیم ساعت باید برش توضیح بدیم، آخرم نه من میفهمم چی گفتم نه بینندگان و شنوندگان میفهمن که من چی گفتم. اینا خیلی ساده میگن call to listen from any phone، حالا یعنی تلفنتون باشه، تلفن آفیستون باشه، تلفن خونه باشه، تلفن دستی باشه. بعضی دوستان زنگ میزنن اینجا میگن ما آقا اگه زنگ بزنیم باید پول بدیم. ما پولی نمیگیریم، ولی اگه شما زنگ میزنید این مثلا شماره تلفنی که داداشتون بهتون بده از یه شهری در آمریکا، این وظیفه شماست که ببینین حالا که زنگ میزنین به اون دقیقه 2 سنت، دقیقه 10 سنت، دقیقه 29 سنت یا مجانیه. من پاسخ همه پرسش های شما رو ندارم. اجازه بدید قبل از اینکه یادم بره تشکر کنم از مجید، بیننده گرامی از آلمان، که ایشون لطف کردن و 100 یورو فرستادن. آقا شما که این یوروها رو میفرستیم ما مجبور میشیم بیایم اروپا خرجش کنیم. و خیلی جالب مجید جان اینجا نوشته که موفق باشید، تا به حال برای هیچ تیوی پول نفرستادم، همشون یک جایی تاب دارن و این مبلغ ناقابل است. مجید ممنونم مجید جان و با امید دیدار شما. این کلمه تابی که میگی نمیدونم منظورتون چیه، یعنی اگر به یک جایی وصلن، من فکر نمی کنم به این صورتی هم که الان شایع شده که هر کسی یه تلویزیون باز کرده به یه جایی وصله و یه کسایی هستن پول میدن. اصلا چه دلیلی داره یکی بیاد پول بده به یه تلویزیونی که مثلا فیلم فلان درست کنه یا فیلم فلان درست کنه، وقتی این روزا اینقدر این سوشال میدیا یا وسایل ارتباطی آسون شده و خودشون میتونن از اون طریق. نمیدونم، حالا شاید شماها درست میگید و من اشتباه میکنم. در هر صورت اگر شما کسی رو پیدا میکنید یا میشناسید که میشه ازش پولی گرفت به من و تلویزیون مردم هم نشون بدید. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دکتر نصر احمدی هستیم. دوستان عزیز اگر مایل هستید برنامه های آقای دکتر نصر احمدی رو حمایت کنید، با خودشون با شماره تلفن 818 تماس بگیرید، 818-201-57-79، و ایشون به شما آدرس میده یا حساب بانکی میده، برای ایشون بفرستید. و از ماه سپتامبر اگه اون دوستمون که حمایت میکرده مایل باشه حمایت کنه، برنامه ایشون ادامه خواهد داشت. اگر نه خب اینم مثل هزار برنامه دیگه که به دلیل عدم حمایت بینندگان یا به دلیل عدم پرداخت از طرف خود برنامه گذار، این هم تعطیل خواهد شد و هزاران برنامه تعطیل شده، هیچ اتفاقی نیفتاده، حالا بشه 1001 برنامه. در هر صورت این هم ماجرای آقای دکتر نصر احمدی. امروز که با ما هستن خیلی از شماها به صورت انتقاد گفتید که آقا این چگونه
شخصی هست که در قرن 21 زندگی میکنه، در سال 2015 ادعا داره قانون اساسی برای ایران نوشته، ولی الان چند ماه هست که میگه من همین الان فردا وبسایتونو درست میکنم، ایمیلو درست میکنم و الی آخر. یکی از دوستانم خیلی مؤدبانه سوال کرده آقا وبسایت ایشون یا ایمیل ایشون کی آماده کار کردن میشه؟ من خبر ندارم. آقای نوری، در بیخبری نوری صد مرحله من پیشم. شما بیخبر از آقای دکتر نصر احمدی و وبسایت ایشون، من بیخبر از خیشم. بریم ببینیم که در دنیا چه میگذره. متاسفانه امروز در همین ویرجینیایی که ما هستیم یک خانم آقایی که مشغول برنامه زنده تلویزیون بودن ساعت 6:30 صبح 6:45 دقیقه اینها، یکی از همکاران قبلیشون که یا اخراج شده ببخشید یا ناراحت بوده از دست اینها، آمده اینجا و اینها رو اینجا میگن شوت کرده، شلیک کرده و کشته و یه نفرم زخمی کرده و رفته. در صورت دنبالش هستن پلیسا و باز هم این نشون میده که بودن اسلحه در آمریکا وقتی که ندونن درست از استفاده کنن، دست آدمای ناراحت باشه، دست آدمای عصبی باشه، متاسفانه منجر به این میشه که این گوینده تلویزیون 24 ساله و اون فیلمبردار آقای 27 ساله رو کشتن و به همین سادگی زندگی اینها پایان گرفت. یک خانمی بود تو تلویزیون های ایرانی چند سال پیش در کالیفرنیا بود و ایشون یادمه که اختلاف پیدا کرده بود با همسرش و گویا همسرش رفته بود تو تلویزیون اونجا تو کالیفرنیا، اونم به اصطلاح شوت کرده بود و کشته بودش. و در صورت نمیدونم، امیدوارم که یه روزی بشر، آدم، ماها انسان بشیم و این خبرها دیگه اینجوری نباشه. خبر داغ دیگه‌ای که در تلویزیون‌های آمریکایی هست، این باز هم ماجرای آقای دونالد ترامپ هست که دوشنبه دیروز دوباره حمله کرد به اون گوینده و تلویزیون‌های مثل CNN اینا هم ول نمی‌کنن. وقتی یه خبری گیرشون میاد اون رو به صورت تاپیک یا یه موضوعی به اصطلاح علم می‌کنن و همینجوری درباره‌اش صحبت می‌کنن. همین الان که با شما صحبت می‌کنم، آقای فرزاد شبستری برنامه آخرین چهارشنبه هر ماه رو ارسال کردن. ضمن تشکر از ایشون این برنامه رو ضبط میکنم و به ترتیبی که توی پلیلیست برنامه ها پخش میشه برای شما این رو پخش خواهم کرد. اگر ایشون این برنامه رو یه چند ساعت زودتر بفرسه، ما میتونیم برنامه ایشون رو با وجودی که از قبل ضبط شده به صورت یه برنامه زنده‌ای برای شما پخش کنیم، یعنی مثل همون برنامه آقای ارشاد یا مثل آقای برنامه اجلالی که بعد از برنامه من هست، برنامه آقای شبستری هم روزهای چهارشنبه بعد از برنامه من باشه. ساعت 6:30 سعی میکنم برنامه آقای پرویز مینوی رو زنده پخش کنم. به نظر میرسه که باز هم آقای امیدوار سیستم تلویزیونیش رو عوض کرده. وقتی ما میگیم سیستم تلویزیونیش رو عوض کرده، فکر نکنید یه ساختمون رو خراب کردن، رفتن یه ساختمون جدید ساختن و وسایل کهنه‌شون رو ریختن دور، وسایل جدید خریدن. نه، مثلا طرف یکی آمده بهش گفته آقا این میکروفونی که استفاده میکنی صدا میاد، رفته یه میکروفون 20 دلاری دیگه خریده گذاشته اونجا. ما تلویزیونای ایرانی اینجوریه. یا اینکه بهش گفته آقا این برنامه ها چیه، یه برنامه جدید دیگه هست، مجانی هم هست. در اصل برنامه دوشنبه آقای پرویز مینوی رو تماشا میکردم، تصویر و صدا خوب بود، ولی من اصلا نمیفهمم آقای امیدوار این شماره تلفن و اینایی که این زیر برنامه میاد و میچرخه و اینها نگاه میکنه، من نمیتونم بخونم. حالا من چشمام ضعیفه، ولی دیگه رنگ مثلا شما با سفید روی خاکستری بنویسید، خب معلومه که هیچ کس نمیتونه بخونه. بذارید من الان بهتون نشون بدم، اگر ایشونم احیانا دارن برنامه ما رو میبینن یا آقای امیدوار، ببینن ما داریم چی میگیم. و حقیقتا یه مقداری کم لطفی بینندگان برنامه ایشون هست که اگر طرف خودش مثلا شماره تلفن آقای مینوی رو داره، دیگه میگه خب من که دارم گور پدر بقیه و بی خیال
نمیگه بهش که آقا این آدرست پیدا نیست، شماره تلفنت پیدا نیست. حالا من اینو به شما نشون میدم، شما ببینید من درست میگم یا من واقعا دیگه چشمام خیلی ضعیف شده و دارم حرف بی خود میزنم. اجازه بدید این شماره هایی رو که آقای امید امیدوار برای آقای مینویی و اسم ایشون نوشته الان من اینجا به شما نشون میدم. ببینید یک و دو و بعد کامرای دو شما نگاه کنید دوستان، وقتی که با مشکی روی سفید نوشتن خیلی قشنگ پیداست، ولی وقتی که با خاکستری اونم آمدن سایه گذاشتن، پهنش کردن، دورنگش کردن، بالاش خاکستری یا توصی کمرنگه، پایینش توصی پررنگه، خب این بالا رو بله نوشتن ای تو چنه، به زور میشه فهمید که چیه، ولی پایین که حروف کوچکتر هست اصلا دیگه قابل خوندن نیست. اینجا قرار شماره تلفن آقای مینویی باشه، اینجا قرار آدرس پستی ایشون باشه. بنده خدا آقای مینویی حتما مای 10 دلار 15 دلار آدرس پستی رفته یا پیو باکس خریده به این امید که وقتی برنامه اجرا میشه شما بینندگان بتونید باهاش تماس بگیرید، یا احیانا معجزه‌ای بشه و شما بینندگان برای ایشون حمایت بفرستید، ارسال کنید. چون آقای پرویز مینویی سالهای سال است که تلویزیون ها و نشریات مختلفی رو حمایت میکنن و من میدونم که با این سن و سال سخت کار میکنن، ولی یکی از معدود ایرانی هایی هستن که مفتخور نبوده و نیستن. این هم از این. خب من از پاتریک هندیمن خواستم که یه چند تا عکس برای ما بفرسته تا ما اون آگهیشو درست کنیم، ولی ایشون خیلی گرفتاره. میدونید اینایی که کارهای ساختمونی میکنن اینها تابستون وقت کارشون هست، مثل کشاورزا دیگه، و یه مدت مثلا زمستون و اینها کارشون سلوتر آهسته تر میشه، ولی تابستون بیشتر. در حصولت این تا امروز نگرفتم، شاید مجبور بشم همون آگهی قدیمی رو دوباره بذارم براشون. و ضمناً امروز که چهارشنبه هست، همین الان که من با شما صحبت میکنم، این God's Grace جی جی به اصطلاح آقای مهدیزاده تبریزی در هالیدی این، بذارید تبلیغشون رو بتونم اینجا براتون بیارم، جی جی نیو بله در هالیدی این برنامه دارن، و اگر شما هم میخواین میتونید دیرتر به اونها ملحق بشید، مثلا ساعت از هر ساعتی که دوست داشتید، چون برنامه اینها از یک بعد از ظهر شروع شده و همین الان که من با شما صحبت میکنم میبینید این لوگوشون هست، این آرمشون هست، و اینجا هم توی صفحه بعدی این لوگوی بزرگترشون هست و آدرس اونجا و اسم اونجا. ببینید قبلا دالاس ایرپورت بود ولی الان اسپرینگفیلد هست. هالیدی این آگست 26، اجازه بدید باز بیارم این رو، آگست 26 که همین امروز و همین الان هست، هالیدی این 6401 براندن اوینیو اسپرینگفیلد ویرجینیا 22150. این دیگه خیلی نزدیکتر از اون هتل است، یعنی شما اگر توی 495 باشید درست کنار 495 یه اگزیت که میرید بیرون همونجاست. Admission $26 included international dinner, dance and sign 7 to 11 p.m. شماره تلفن تماسشون هست 202-680-0456 teacher university theteacheruniversity.com یا tu26gg@gmail.com. متاسفانه براتون گفتم دوستان با همه زحماتی که میکشند در کار تبلیغ و آگاهی رسوندن، این کلمه تبلیغ و آگاهی از اینجا شروع شده، کلمه آگاهی همون آگاهیه، در کار آگاهی دادن به شما، آگاهی رسوندن به شما که برید از سرویس اینها، از اون ایونت یا برنامه‌ای که هست استفاده کنید، اینها متاسفانه موفق نبودن. و به نظر من این یه عیبی هست که توی کامیونیتی ما ایرانی ها هست. اجازه بدید تاریخ رو هم بذارم، یکی به انگلیسی یکی به فارسی.
این یکی آگست 26 قبله چهار چشم خودمون هستیم، تنها تابستون آمد و رفت و کسی نیامد این به اصطلاح اینترن باشه اینجا به صورت والانتیر یا داوطلب کار کنه. یه فیلمی رو جدیدن دارم تبلیغش رو میبینم، این حکایت از حال من و شما میکنه که وقتی سنمون بالا میره، حالا یا بازنشست شدیم بعد دیدیم ای بابا نمیشه همش تو خونه نشست بیکار و اینها، مثلا خانممون میخواد بندازتون از خونه بیرون چون ضرب المثلی هست که آقایون و سطل آشغال درست مثل هم هستن، اگر توی منزل دو سه روز بمونن بو میگیرن. و این آقای رابرت دنیرو فکر کنم هست میره که به اصطلاح دوباره بره بازار کار و اینها و گویا یه جایی به صورت انترن استخدام میشه. انترن ها معمولا همه جوون هستن، دوران به اصطلاح تعطیلات مدرسه یا بعد از فارغ التحصیل میرن قبل از اون کار اصلی. من دیروز یک به اصطلاح فرصت خوب و مناسبی برام پیش اومد که با آقای تیمسار امیر هوشنگ آریانپور چند دقیقه یا یکی دو ساعت باشم. ضمن تشکر از ایشون که وقتشون رو به من دادن خیلی چیزا یاد گرفتم. ایشون یک چیف نسبتاً بزرگ اداری همراه خودشون آورده بودن و نشون میداد که چقدر ایشون اولا منظم و مرتبه و خود ایشون این اعتبار و کردیت رو به خاطر مرتب بودن اینها گفت. ما از موقعی که رفتیم انگلستان درس بخونیم با وجودی که اونها به ما بد رفتار میکردن، ما رو مثل عربها و هندیها و اینها تریت میکردن، ولی سر کلاس موقع درس دادن که میشد استاد دانشگاه دیگه کاری نداشت که من ایرانیم یا انگلیسیم یا آمریکاییم و برای ما همه به همون گفت که شما باید یاد بگیرید کلمه روز شمار بهترین چیزی هست که میشه برای جورنال ما جایگزین کنیم. روز شمار چیزی هست که شما مینویسید، لاگ یا اینجا میگن لاگ بوک، شما مینویسید یا دفتر خاطرات یا هر چیز دیگه که شما فکرش بکنید و مینویسید که من امروز مثلا 7 صبح بلند شدم، صبحانه خوردم، بعد رفتم رژه رفتم، بعد رفتیم دیدار مثلا کارگاه کشتی سازی، بعد آمدیم 2 ساعت استراحت داشتیم، تو این 2 ساعت با پدر مادرم تماس گرفتم و توی این 2 ساعت رفتم مثلا فلان محل انگلستان رو گشتم. تاریخ هم مینویسی، بعد 40 سال دیگه 50 سال دیگه میتونی به اون مراجعه کنی. آقای آریانپور میگه متاسفانه در کشور ما این به اصطلاح نوشتار روزانه وجود نداشت، حتی در اون مقامات دولتی و اینها این کارو نمی‌کردن و یکی از بزرگترین اشکالات که باعث میشه مدیریتی نباشه، برنامه‌ای نباشه، منیجمنتی نباشه همینه که به اصطلاح ننویسیم چه کار کردیم. من یه تقویمای مشکی داشتم، الان سالهاست که دیگه اومدم تو این تقویم دیواری می‌نویسم چون دیگه کاری انجام نمیدم به اون صورت، ولی اون وقتا که 10 جا می‌رفتیم در حین روز 10 جا فیلم برداری و کار و اینها می‌نوشتم داخل این که امروز مثلا از ساعت فلان تا فلان رفتیم مسابقه فوتبال واشنگتن، بعدش رفتیم مثلا مراسم ختم تیمسار مدنی، بعدش مثلا رفتیم فلان جا و اینها. این خیلی کار خوبی هست. یکی از محاسنی که داره اگه یه وقت خدای نکرده اتفاقی برای شما افتاد، یه جایی شما را عوضی گرفتن جایی یه نفر دیگه، آمدن گفتن آقا فلان روز شما اینجا با ماشین زدی تصادف کردی و در رفتی، شما میگید که من والا الان یادم نمیاد ولی بذار برم نگاه کنم، میری دفترت یا اون تقویمت یا اون روز شما رو میاری، بعد میگی بابا 26 آگست 2015 ساعت 2:20 من اینجا نشسته بودم برنامه داشتم، اینها اصلا ویدیوش هم هست بیان بریم ببینیم، تو برنامه هم مثلا اینو گفت. نداشتیم منیجمنت، مدیریت در ایران نداشتیم. همه فکر میکردن دیپلم که بگیرن باید برن توی اداره کار کنن، لیسانس و فوق لیسانس که بگیرن اینها مدیر میشن و این مملکت اگر به اینجا رسیده، به این معضل بزرگ امروز رسیده، این بوده که ما درس مدیریت نخوندیم، نبوده مدرسه به این نام و به این صورت نبوده.
حتی اگه بودم باز اونم روشش روش همین بوده که استمپ کنه مر بزنه روی مدرک و بفرسته ماها رو توی بازار. اینم از این ماجرا. و ما اجازه بدید بریم یه مقداری. آهان، یکی از دوستان، این همشهری عزیز من آقای خواجه از سوئد، یه چیزی رو فرستاده درباره مصدق. من بهش گفتم آقا مصدق مرد، شاهم مرد، امروز شما من بگو که چه باید کرد، شما که اینقدر فکر میکنی وارد هستی اینا. دوستان نگاه کنید، فقط برای که ببینید من و شما یا پدران من و شما چه ملتی بودند و امروز چرا ما اینجا هستیم. این یه روزنامه ایرانی هست، باختر امروز، سه‌شنبه 26 مرداد 1332، تک شماره 4 ریال، چقدر گرون بوده. بعد نوشته که دیروز همه خواستار محاکمه و اعدام فوری کودتاچیان بودند. مردم قهرمان تهران فریاد می زدن زنده باد مصدق. عکس مصدق هم هست، راهپیمایی و تظاهر هم می بینید. بعد حالا اینو داشته باشید، بذارید ببینم اون بعدیش پیدا میشه. شماره 2 عجبا، باختر 2. بله، حالا ببینید این فردای اون روزه، نه ببخشید، این شنبه 30 مرداده، شنبه 30 مرداده 1332 اون سه شنبه بود. آقای حسن خان خواجه این 4 روز بعد از اون ماجراست. همون روزنامه باختر امروز همینجا اونجا نوشته بود مردم قهرمان، اینجا نوشته مردم پهلوان تهران گفتن مرگ بر مصدق و دیروز همه مردم خواستار اعدام فوری ملیون بودند، حتی خود ملیون. شما این روزنامه ما بوده، اینم وضع ماست امروز. دیگه خودتون تا ته این ماجرا رو بخونید و بدونید و ببینید که فاتحه ما خونده شده. الانم فعالای سیاسی ما بلند میشن میان، بزرگترین به اصطلاح افتخارشون اینه که اینها زندانی بودن، شکنجه شدن، بهشون تجاوز شده. بعدم از اون بیشتر افتخار اونی که کشته میشه خانوادش افتخار میکنن بهش. هی نوشته فلانی برای بار دوم به زندان رفت، فلانی برای بار چهارم به زندان رفت. خب ببخشید، اینجا شما رانندگی که میکنید اگر یه بار دو بار سه بار خلاف کنید گواهینامتون ازتون میگیرن. کاش که برای فعالای سیاسی هم اینجوری بود، اگه یه بار دو بار سه بار میرفتن زندان مردم میگفتن آقا شما نشون دادی فعال سیاسی نیستی، شما بلد نیستی از پس این آخوند و از پس این حکومت بر بیای، بیا برو، نمیخوام گواهینامه فعال سیاسی تو بده ما، برو دنبال کار زندگی. دوباره آقای تبرزدی آزاد شد، دوباره شروع مصاحبه‌ای که چه فایده ای که شما با یه پیرمرد معتاد بنگی مثلا توی کالیفرنیا کلاگی سنتر سرش مصاحبه میکنه. خب که چی میشه؟ اولا اینو کی تو ایران نگاه میکنه؟ اونی هم که تو خارج اینو نگاه میکنه به دلیل قربت و اینها، چه کاری شما از اون میخوانه رو تون انجام بده؟ بهش چی گفتید؟ چه کار باید بکنه؟ هیچ کدومشون برنامه ندارن، فقط چون دیگه دیدن اینها نتونستن با این دولت کار کنن خطشون جدا شده. نگاه میکنن میبینن اونی که هم دورش بوده توی سپاه و جهاد همه کاره شده، این نه پولی داره نه چیزی داره، تنها چیزی که داره 7-8 زن داره، از بس رفته زندان آمده، هی این زنش طلاق گرفته، یه زن دیگه. و میگه خب بهترینه که اقلا فعال سیاسی بمونه. مردیم ما از دست این فعال سیاسی های مونده شده. اینم از این. یه دوستی به من زنگ زد گفت آقا شما که به آقای امید دانا توهین میکنی و میگی ناامید نادان، خب مگر شما به آزادی بیان باور نداری؟ گفتم چرا؟ به خاطر همین من عقیده خودم رو دارم اکسپرس میکنم دیگه، درسته؟ به نظر من ایشون هم نادانه هم حالا که دیگه ناامید شده. اگر امیدش تا امروز به آقای رضا پهلوی بوده، به نظر من دیگه امروز ناامید شده. پس من نظر خودم رو میگم، شما هم حق داری یه جایی بری بگی سوربی نادانه، مردم قضاوت میکنن.
بعد ایشون گفت خب البته شما درست میگی. گفتم خب خیلی خوشحالم که تونستیم با هم صحبت کنیم و من و شما امروز توافق میکنیم. خیلی وقتا من و شما باید توافق کنیم که من و شما با هم نمیتونیم توافق کنیم. بریم سراغ کار زندگی. بازداشت کیوان مهرگان برای اجرای یک سال حبس تعزیری. ببینید دوستان، این بند خداها کارشون شده فقط هی برو تو بیا بیرون، برو تو بیا بیرون. یعنی اینا اقلا فکر خانواده خودشون نیستن. آقا به فکر خانواده خودت باش، یک کاری بکن که دفعه دیگه دستگیر نشی. برو بخون، برو یاد بگیر، ببین چه کار کردن اون فعالان سیاسی دنیا، همین کشور، همین آخوندا، که اگر 4 تاشون گرفتن 400 تاشون بیرون بودن. نمیخوام هیچ کاری نمیخوام انجام بدیم، میخوام همینجوری یک شبه فعال بشیم. بله، این دوستمون نوشته که ما ملت چنین هستیم، یک روز طرفدار مصدق و فردا طرفدار شاه و امروز طرفدار شیخ. از کوزه همان برون تراود که دروز، نباید انتظار داشت از درون کوزه‌ای که پر از چند تا نقطه هست اصل بیرون آید. ممنون از این دوستمون. و در حین برنامه شما هم میتونید زنگ بزنید، پیام بذارید، هم میتونید ایمیل ارسال کنید. ایمیلتون و فیسبوک و کامنتاشو اگر بتونم همون موقع در حین برنامه میخونم. پیام ها رو اگر شماره ها رو بدونیم آدمایی که قبلا صحبت کردن، به قول معروف بازم گفتم نمیدونم این ضرب المثل سرش به تنش میارزه از کجا اومده. اگه دیدیم آدمی هست که سرش به تنش میارزه، پیامش رو پخش میکنیم، درباره‌اش صحبت میکنیم. ولی به جای این سرش به تنش میارزه بیام عوض کنیم، بگیم اگر انسان هست، به خودش احترام میذاره، به دیگران هم احترام میذاره، پیام اونها رو پخش میکنه. بله، این دوستمون هم نوشته که در رابطه با همین زندانیای بگیر و شل کن و اینها، نوشته که پاینده باد عدل اسلامی حضرت علی. اگر مسئولان رژیم اسلامی با این دقت مواظب همه چیز هستند و مورا از ماست بیرون میکشند، پس چرا قادر نیستند پی به چپاول ها و دزدی هایی که در طول بالغ بر 36 سال به تدریج به مرحله اجرا در آمده و سر به ارقام نجومی زده است ببرند؟ شاید همون گونه که در 1400 سال قبل پایه و اساس اسلام محمدی بر پایه چپاول بنا شده بوده، لذا چپاول ثروت‌های ملی و دیگران امری مجاز و بلکه حلال است. زبانم لال، اگر به دستور حضرت محمد کاروان‌های یهودیان را پیروانش غارت نمی کردن، امروز گرفتار دشمنی های نتانیاهو و صهیونیست ها که به تلافی آن چپاول ها ادعای خسارت همراه با بهره 1400 ساله آن می کنند را نداشتیم. نوشته که دیروز در 28 مرداد، البته این مال چند روز پیش، این رو سازمان برون مرزی حزب پانیرانیست. دوستان، شما حزب پانیرانیست خارج از ایران میدونید کجاست؟ چون معنی حزب، یا آمریکایی‌ها میگن انگلیسی آمریکاییش میشه پارتی، اینه که شما مثلا میگی من حزب دموکرات عضو هستم، آفیسشون توی واشنگتنه، یا حزب ریپابلیک عضو هستم، آفیسشون توی اینجاست، شعبه ویرجینیاش اینه، تعدادشون اینه و الی آخر. سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست آقای میلاد دهقان، یکیتون بیاین به ما بگید که شماها کجا هستید، چند نفر هستید، برنامه‌تون چیه، هدفتون چیه، اسبابتون برای اجرای این برنامه چیه. ولی می‌نویسن دیگه، همه نوشتن که یک، به جرم توهین، در دادگاه انقلاب به من نشان دادن، به 3 سال زندان محکوم شدن. این ببینید جزء همین افتخاراتشونه، تا به زندان محکوم شده فوری جزء افتخارش اینه که حالا بیاد به خبر بده به دیگران. خب به من خبر میدی، من چه کار کنم؟ ببخشید، من اولین چیزی که میگم شما خیلی بیشعور بودی که اینا دوباره گرفتنه. میگن الاغ با اون الاغیش پاش یه بار توی چاله ای میره، دیگه از اون خیابونه که چاله داره رد نشو بابا. این چاله رو که شما درست نکردی، دیگران درست نکردن، پس چرا دوباره از همون خیابون بری، دوباره پاد بره تو همون چاله، بعدم بیاد با افتخار بنویسی به جرم توهین به امام و رهبری 2 سال، عضویت در حزب پانیرانیز 6 ماه، تبلیغ علیه نظام از طریق ارسال عکس و خبر و گزارش برای رسانه 6 ماه،
به جرم نشر اکاذیب هم 100 هزار تومان جریمه شدم. 100 هزار تومان تو ایران که دیگه این روزا پولی نیست. از اتهامات ارتباط با دول متخاصم تبرئه، از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه. در متن حکم دو نکته مهم وجود دارد که یکی از آنها شگفت‌آور است. بعدم دوبار نشستن نوشته. شما نگاه کنید دوستان، این آقا اگر فعال سیاسی بود باید تو زندان میگفت که والا بلا شما نگاه کنید من این همه فعالیت کردم ولی یه دونه طرفدار ندارم، اگه داشتم شما ببینید بگید اینا چی کار کردن. من حاضرم اگر اونها کاری کردن، جرمی اونها مرتکب شدن، جرم اونها رو من بکشم، من رو به جرمی که اونها مرتکب شدن محکوم کنید، نه به چیزی که نوشتن. من نوشتم و فحشم و دادم رفتم، کارمون خیلی خرابه. حالا شما بشین و هی بگو که چرا آقای نصر احمدی به اصطلاح وبسایتش درست نمیشه. آقا کدوم ایرانی کدوم حرفی رو زده که سر موقع انجام بده؟ شما ببین سلطنت طلبا، مجاهدین هر 6 ماه میگن ما 6 ماه دیگه ایران هستیم. حالا بذارید بگیم آقای نصر احمدی هم مثل ملا نصرالدین، حرف مردی کیه؟ گفته آقا من هفته آینده این رو درست میکنم. آقای نوری هفته آینده درست میشه. دوباره هفته آینده که آمدی جواب ایشون این هست، هفته آینده درست میشه. صبر کنید، عجله نکنید، عجله کار شیطان است. خب آقای مهدی ذوالفقاری لطف کردن و صفحه نیوزی رو برای من فرستادن که من دفعه قبلم برای ایشون نوشتم، ممنونم. اون روز ایشون یا ایمیل من رو نگرفته بود، در صورت پاسخی ندادن. امروز من نوشتم آقای ذوالفقاری، مهدی عزیز، این 99 صفحه تازه این اخبار برگزیده است، یعنی حالا کل اخبار دنیا و ایران چقدر بوده خدا میدونه، 99 صفحه خبر رو شما یا اون دوستی که این ماه تایمز نمیدونم ماهش ایرانیه تایمزش انگلیسیه، مثل ما مردمش ایرانیه تیویش انگلیسی، اخبار برگزیده. من به ایشون پیشنهاد کردم که چون کسی مخصوصا افراد تنبل مثل من نمیان 99 صفحه رو بخونن یا نگاه کنن، شما اقلا صفحه اول و دوم فقط سرتیترها رو بذارید، مردم این سرتیترها رو که خوندن اون وقت اگر خبری بود که دوست داشتن جذبش شدن اون رو کلیک کنن ببردشون مثلا صفحه 65 اون خبر رو بخونه، یا روش بنویسید صفحه 60 فلان. در صورت این هم 99 صفحه خبر از این دوستان به شما، و نمیدونم ای کاش یه جاییش باز نوشته بودن چه باید کرد که ما اون قسمت رو میرفتیم و میخوندیم و با شما به اصطلاح در میون میذاشتیم. باز هم ممنون از آقای مهدی ذوالفقاری. مهدی ذوالفقاری یکی از فعالین سیاسی و یکی از مجریان و برنامه گذاران تلویزیون های ایرانی بوده و هست، الان در رادیو کار میکنه، کارهاش هم خیلی قشنگ. یه سازمان دیگه تا دلت بخواد ما سازمان داریم. این آمریکایی ها ضرب المثل میزنن میگن که اینجا همه رئیس قبیله هستن، ولی قبیله ای نیست، آدمی نیست تو اون قبیله، همه رئیس هستن. این نوشته که ایران آزاد، معمولا اینها بینام و نشان هستن، نوشتن که بانک های سوئیس و دزدی های رهبران رژیم، سوئیس اعلام کرد که تحریم ها را لغو کرد. ببینید سوئیس دنبال پوله، حالا از شکلاتش بفروشه، از ساعتش بفروشه، از اسلحهش بفروشه، از چاقو سوئیسیش بفروشه، دنبال پوله. همین سوئیسی که شماها وقتی که میخواین تعریف پادشاهی رو بکنید میگید ما میخوایم مثل سوئیس پادشاهی باشیم، ببینید سوئیس چقدر پیشرفته، همین سوئیس دزد بوده. میگید نبرید از برادران جودمون کلیمیمون بپرسید، ببخشید میگن نگید جود، بگید کلیمی، بگید یهودی، برید بپرسید که ببینید این بانک های سوئیس در زمان جنگ جهانی دوم با هیتلر و اینها چه کردن و چجوری به اصطلاح جواهرات و تابلوها و پولهای کلیمیا رو
نگه داشتن تو بانکهاشون، ضمن این که اینها قرار بود بیطرف باشن. پس دروغ میگن که میگن ما بیطرف هستیم. همین ایران آزاد که به خودش اجازه میده برای، نمیگیم همه، برای من و دیگران ایمیل ارسال کنن، اینا حتی حاضر نیستن جوابگو باشن که بگیم آقا تو کی هستی؟ هدفت چیه؟ چه برنامه‌ای داری؟ این سوال شما از همه میتونی انجام بدی. آقا هدفت چیه؟ برنامه‌ت چیه؟ چه ابزاری داری؟ چه وسیله‌ای داری؟ هیچ. و اما براتون بارها گفتم دکتر انوشیروان کیهان زاده در تاریخ یک، در یک وبسایتی در ایران آنلاین میگم چیزی ایران در چنین روزی می نویسه، نوشتن که در تاریخ آنلاین ایرانیان، می نویسن مهاجرت ایرانیان مرداد 1344 نتایج بررسی مهاجرت که توسط سازمان ملل انجام شده بود، ایران را از لحاظ مهاجرت اتباع به کشورهای دیگر در ردیف 5 کشور آخر جدول نشان می داد، نزدیک به صفر. این بررسی 10 سال بعد در سال 1354 نیز مجدداً انتشار یافت که تغییری در رتبه ایران نشان نمی‌داد و مهاجرت ایرانیان نزدیک به صفر بوده است. در سال 1357 شمار ایرانیان مهاجرت کرده به زیر 50,000 نفر رسیده بود. از این آمارها چنین برمی‌آید که ایرانیان تمایلی به مهاجرت به کشورهای دیگر نداشتند. اما این ارقام از سال 1357 به بعد به شکل ناباورانه‌ای تغییر کرده است. ایران دیگر در رتبه انتهای جدول نیست و برعکس به صدر جدول رسیده است. ایرانیان سومین مردمان در جهان هستند که به دنبال مهاجرت هستند. در بین اتباع کشورهای مختلف ایرانیان بیشترین متقاضی برای مهاجرت به استرالیا را دارند که سالانه ده ها نفر نیز جان خود را در این راه از دست می‌دهند. شمار جمعیت ایران دو برابر شده، اما میزان مهاجران ایرانی به عدد نزدیک به 7 میلیون نفر یعنی 140 برابر رسیده است. در این بین حجم خروج نخبگان از کشور نیز قابل تأمل است. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران از نظر فرار مرزها در بین 91 کشور جهان مقام اول را از آن خود کرده است و سالانه تا 180 هزار نفر با تحصیلات عالیه از ایران مهاجرت می کنند. بنیاد ملی نخبگان ایران اعلام کرد که 308 نفر از دارندگان مدال المپیاد و 350 نفر از برترین بالاترین آزمون سراسری از سال 82 تا 86 به خارج مهاجرت کردند. همچنین هفته‌نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی نوشته است 90 نفر از 125 دانش آموزی که در 3 سال گذشته در المپیادهای جهانی رتبه کسب کردند همکنون در دانشگاه آمریکا تحصیل می‌کنند. این مقاله یه مقداری طولانی است، اگه خواستید بگید براتون بفرستم، ولی جای تعجب نداره چون آخونده از خداشونه که اونایی که میفهمن و به اصطلاح سواد دارن و اینها راه رو براشون باز کنن، بگن آقا بی برو بیرون هستن، ما اینجا یه عده میخوایم نفهم باشن که اگه ما بهشون گفتیم آقا من بین تو و خدا هستم قبول کن. خب آقای انوشیروان کیهانی زاده که روزنامه‌نگار ژورنالیست، شما و من که امروز این رو شنیدیم چه باید کرد؟ کم کم باید این اسم برنامه را عوض کرد به چه باید کرد و از شما پرسید چه باید کرد. هر روز انقدر بپرسیم شاید شما بتونید به اصطلاح پاسخی بدید. اونایی که الان روی فیسبوک هستید اگر بیان اینجا بذارید من بهتون نشون بدم، از طریق این صفحه شما میتونید برنامه های زنده ما رو روی چیز ببینید، به اصطلاح روی ببخشید روی یوستریم بشنوید نه که ببینید. ببینید شما چرا اینجوری شد، چرا من عکس گرفتم، من نمیخواستم عکس بگیرم خواستم این یکی رو کپچر کنم اون یکی رو پنچر کنم. بله اینجوری، بله ببینید
روی صفحه شخصی خود من اگه بیاین، این تلویزیون مردم آمده، نوشته برنامه زنده صبحی با مردم، و اینجا اگه کلیک کنید شما رو میبره روی یو استریم. حالا که اینجا هستیم بذارید ما این رو شیر کنیم با دوستانی که روی مردم تیوی هستن و آن پیج بی منیج میشه مردم تیوی شیر لینک. شما هم میتونید اینا رو با دوستانتون شیر کنید و میبینید الان اگه بریم توی قسمت مردم تیوی صفحه فیسبوک مردم تیوی ببینید الان آمد نوشت جست ناو، یعنی همین یه دقیقه هم نشده، و روی این کلیک کنیم شما رو میبره توی یو استریم. این هم یکی دیگه از همون برنامه های مجانی است که هر کسی میتونه از هر جای دنیا با یک کوچکترین کامپیوتر، با رادیو، با تلفن دستیشون به اصطلاح این رو راه بندازه. میبینید یه مقداری طول میکشه، دلیلم داره که اینها تا میخوان این صدای ما رو بگیرن، به قول خودشون انکود کنن، بفرستن توی این صفحه، این صفحه بگیرتش، دیکودش کنه. اونایی که تو ارتش بودن میدونن، مثل که کلمات مورس بود، رمز و اینها میزد دیدی 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 دی. اون یکی باز اونجا میفهمید دیدی دادی، به کی دادی، کجا دادی، اینجوری بود. حالا اینم با وجودی که نوشته لایو ولی صدا رو داره، حتما میتونید صداشو بشنوید و برای دیگران هم بفرستید. حتی این بغل شما میتونید نظر بدید، اینجا بنویسید در حین برنامه و اینها. اینم از این ماجرا. و اما برگردیم باز به استودیوی جهانی 24 ساعته تلویزیون مردم و ببینیم که برای شما توی این پوشه چی گذاشتیم و بخونیم اون رو. گاهی وقتا این صفحات در رابطه با ویندوز 10 گفته بودم، دوستان خیلی هاشون گفتن خیلی بده. یه نفر آقا رضا که فکر کنم از انگلستان هم باشه گوهای سوربی، من هم فکر میکردم که ویندوز 10 بده ولی حالا که باش کار کردم و عادت کردم خیلی خوب و راحته. بله، یه قسمت از هر چیز جدیدی که میاد ما چون به قبلی عادت کردیم برامون سخته که اون جدید رو یاد بگیریم، تنبلیم دیگه، ذات بشره. ولی یه قسمتش دوست عزیز آقا رضا این مشکلاتیه که این ویندوز 10 داره و اون رو نه شما نه هیچ کس دیگه ای نمیتونه تکذیب کنه. یعنی شما برو الان روی گوگل بزن ویندوز 10 ساکس، خود مایکروسافت صفحه‌ای داره که توی اون اونایی که اونجا هستن به اصطلاح سافت ویر دیولپا و اینها با مردم دارن صحبت میکنن و بهشون میگن دوستان اگه شما هم کارتون با کامپیوتر هست، حالا این قطره چشم من بردم، و کامپیوتر اشکالی که داره شما رو مجبور میکنه که چشمتون رو کمتر به هم بزنید. یادم میاد یه دفعه خانم ثقفی به من میگه شما چشمت رو خیلی به هم میزنی. گفتم خب خدا رو شکر اگه این کار بیشتر انجام بدم چشم من نمیخوام بگیم گریسکاری میشه ولی خیس میمونه، لوبریکیت، و آسیب نمیرسونه. چون اصلا یه مرضی داریم به نام این که چشم طرف خشکه. حالا اگه شما هم با کامپیوتر و دوربین و ویدیو و عکس و اینها کار میکنید حتما سعی کنید که یک به اصطلاح از این وسایل و از این قطره‌های چشم و اینها رو استفاده کنید و چشمتون رو مرطوب نگه دارید و بهش آسیب نرسونید. چون حتی اگر مرطوب نگه ندارید چیزم میشه، چی میگن، سکرچ، خط میفته. و اگر یک کسی دکتر چشم است یا میتونه درباره چشم صحبت کنه بیاد. آقای ادراکی لطف کرده و اون ویدیو رو کیفیتش رو یه مقداری بالا برده ولی صداش هنوز همون هست و ایشون به من گفت که تلاش میکنن که ویدیوهای بهتری با صدا و بذار من اینو باز کنم، ببخشید، با صدای بهتر، تصویر بهتر برای شما دوستان بیارن و شما هم به اصطلاح اینها رو بتونید بعدا روی یوتیوب داشته باشین، یاد بگیرید اگه مشکلی دارید. خود ما این روزا خیلی چیزها رو از یوتیوب یاد میگیریم. خب این همه میریم اونجا صدای هندی میشنویم، صدای مکزیکی میشنویم، صدای اسپانیش میشنویم، صدای آمریکایی میشنویم. خب اگه ایرانی باشه بهتر میتونه توضیح بده برامون. من همینجا از آقای ادراکی تشکر میکنم که ایشون، آقای محمد رضا ادراکی، قرار شده ویدیوهای به اصطلاح کوتاه و مختصری بفرستن برای من و شما که بهمون یاد بدن که چگونه از کامپیوتر استفاده کنیم، چگونه کامپیوتر رو تمیز نگه داریم،
ابراق باشه برای به اصطلاح موقعی که میخوایم ازش استفاده کنیم. بذارید ببینیم رضا چی میگه. خب اول نشون میده که رضا داره برنامه رو میشنوه. آها میگه که من توی بلژیک هستم نه انگلستان. خب ممنونم از توضیحت و thank you for correcting me، از اینکه منو تصحیح کردی. And I confirm that Windows 10 is conventional system as you said. You got to get used to it. Good luck, good man. مرسی. میگه که بله، ایشون هم صحبتهای منو درباره ویندوز 10 قبول داره. ویندوز 10 مثلا اون اینترنت ایجی که گذاشته، اون براوزر مایکروسافت ایج، خب این رو لازم نبود به صورت کلک به مردم بزنه. شما وقتی اینترنت اکسپلورر داری استفاده میکنی، یعنی مایکروسافت سپوزلی، یعنی این سپوزلی هم یکی میگه سپوزلی، یکی میگه سپوزبلی، یکی میگه سپوزلی، مایکروسافت میتونست خیلی آدم خیلی قشنگ مثل آدم این ویندوز 10 که میومد هی مثل الان که هر کی نداره ویندوز 10 رو میکنه تو چشمش، بنویسه که مژده مایکروسافت ایج رو ما آوردیم. اون وقت ببینم 67 میلیون میرفتن مایکروسافت ایج به اصطلاح استفاده کنن به عنوان براوزر. اینجاست آرزای عزیز که اینها اون کلک مارکتینگ، اون پدرسوختگی بازاریابی رو توی این ویندوز 10 به حد اعلا رسوندن و این کارشون اصلا از لحاظ انسانی مورالی، من فکر کنم از لحاظ قانونی نیست که اینا قانونگذار مملکت، اینا شدن کلانتر شهر، اینا قانونگذار مملکت هن. هیچ قانونی نیست که اینها رو به اصطلاح مجبور کنه چه کار کنی چه کار نکنی. و من روی یکی از لپتاپ ها ویندوز 10 رو گذاشتم، دیروز گفتم آقا نخواستم برم برش گردونم. خیلی هم ساده میگه برو تو قسمت پروگرامه، تو درایو سی نگاه کن ببین برات یه فولدری درست کرده به نام windows.old. رفتیم گفتیم بله، بگو گود، خب میتونی برش گردونی، برو تو قسمت ریکاوری بزن. تو قسمت ریکاوری هم وقتی میزنی ویندوز 10 تو قسمت سیستم و ستینگش خیلی قشنگ میگه که back to windows 8.1، میگی بله، بعد که میزنی میگه نه شما نمیتونی، اولا اگه یک ماه گذشته باشه دیگه نمیتونی. خب این چه چیزیه که اینجوری اسیرت میکنه؟ بعد از اون اگه تازه مثل مال من یک ماه نگذشته، میگه شما اون درایوی رو یا اون یو اس بی فلشی رو یا اون دیسکی رو که زدی به این کامپیوتر که اینو عوض کنی حالا اونجا نیست. شما که ما نگفتی اینو باید نگه داری، شما ما گفتی که ما 9 گیگابایت یو اس بی میخوایم، فلش میخوایم. این کامپیوترهای جدید و کوچولو هم دیگه این روزا نه سی دی درایو داره نه به اصطلاح حجم بزرگی داره، چون مردم میخوان فقط برای ایمیل اش استفاده کنن به عنوان همراه، فقط دو سه تا برنامه کوچولو. مثلا اینی که من دارم 32 گیگابایت داره. 32 گیگابایت اصلا هیچ ناتینگ در مقابل این کامپیوتری که اینجا داریم. 1 ترابایت داخل خودشه، 3 تا ترابایت بیرونه، 750 تا ترابایت اینوره، 1 ترابایت دیگه اونوره. اصلا 1 ترابایت کجا، 32 گیگابایت کجا؟ حالا این میگه که شما اون چیزی رو که این زدی عوض کردی اونجا نیست. میگم خب باشه، اومدم از اینجا برچتم بردم زدم دیگه تشخیصش نمیده. این اشکال آرزا. اگه شما میدونی چگونه برگردونیم این ویندوز 10 رو به ویندوز 8.1 با وجودی که من اون windows.old رو هم دارم، لطف کن به من راهنمایی کن. شاید باید برم از توی ویندوز old اون رو مثلا دوباره مثل ریبوت کنم یا هرچی. ولی قرار ما این نبوده که همه مردم که از کامپیوتر استفاده میکنن به اصطلاح SDK باشن، SD باشن، software چی میگن developer باشن. قرار ما این بود که این مثل ماشین باشه و ماشین رو ببین چقدر هی ساده تر و ساده تر کردن که بچه 12 ساله میشینه پشت ماشین رانندگی میکنه دیگه، نه کلاچی نه دندهی. ولی اینا این کار نکرده، اینا هی دروغ نوشتن، روش روش هم نوشت که plug and play، ولی دروغ میگه plug and pray، تو رو خدا کار کن. شما کامپیوتری که میخری میزنیش توی برق و میشینی رو جلوش، نباید 3 ساعت صبر کنی تا تازه پروگراماش. خب بله آپدیت میخواد بشه، شما اینو 3 ماه قبل درست کردن فرستادن توی بست بای و رادیو شک و نمیدونم دیگه چند تا فروشگاه باقی مونده.
شما رفتی خریدی، حالا میخوای چی کن؟ 10 دقیقه، ربع ساعت، واقعا همون پس پلاگ اند پری درسته، چون پلاگ کن برو نمازتو بخون برگرد، اونم نماز جعفر تیار، شاید این کامپیوتر کار کنه. بدبختیش به این که نمیگه بزن ما خودمون درست میکنیم، هی میشینه کجا هستی، آدرس چیه، چه شما 2 ساعت 3 ساعت شما باید بشینی تو کامپیوتر نو که پول دادی ازش خواهی استفاده کنی شروع به کار بکن. مثل این مونه که یه ماشین بخری بیاری، البته قربونش برم ماشین هم همینجوره، ماشین هم وقتی میخری همون روز تو دیلرشیپ یه نصف روزی پدرتو در میارم خورد خستت میکنه. نمیدونم والا خدا بگم چه کار کنه اینایی رو که در کار کامپیوتر و این چیزا هستن. درصد ممنونم آقا رضا که با ما هستید و شما هم سعی کن تماس بگیری، تلفن بزنی، پیام بذاری، درباره یه چیزی صحبت کنی، درباره یه چیزی بنویسی تا ما از نوشتت بتونیم برنامه استفاده کنیم. دیگه ما هر قدم برنامه گذار خوبی باشیم، هر قدم این دیگ بزرگ باشه، یه روزی به قول شیرازی ها از سم به کف دیگ میخوره یا کفگیر به کف دیگ میخوره. ولی اگر همینجوری که ما داریم 2 تا بشقاب پلو به این میدیم، یه نفر دیگه هم یه دیگه دیگه درست کنه برنج بپزه اونجا، ما این که تموم شد میایم سراغ اون. شما سعی کن دیگه بعدی باش. خب تصویر بسیار گویا رو بهتون نشون دادیم. مردم ایران امروز میگفتن مصدق، فردا میگفتن شاه، بعدم گفتن شیخ، حالا به این روز افتادن. حالا بشینن یه فیلمی رو آقای علی شیرازی عزیز برای من فرستاده، 5000 سال مهندسی ایران رو نشون میده. به روز 2 تا ویدیو یا 3 تا ویدیو در 2-3 روز گذشته فرستاد، خیلی قشنگ. یه خانمی لخ ولی عکس شلوار جین رو روی بدنش نقاشی میکنن و این میره تو خیابون، هیچ کم توجه نمیکنه. به نظر من چیز مهمی هم نبود به روز عزیز، ولی اون خروسی که رژه میرفت خیلی قشنگ بود. اینو همون موقع من به این فکر افتادم، به جای اینکه من بیام یه سری یه چیزی بگم، اون یکی بیاد یه چیز دیگه بگه، بابک بیاد یه چیزی بگه، اون یکی از اون ناراحت بشه، اون یکی بیاد بگه نمیدونم پدر این بوده، پدر بزرگش نمیدونم دزد سر گردنه بوده، بالاخر یه برنامه بذاریم این ویدیوهای کوتاه و زیبا و قشنگ و خنده‌دار رو پخش کنیم. مثلا شما فکر بکن روزی 1 ساعت ما بتونیم این ویدیوها رو، خب کار میبره، چند ساعت وقت میگیره که شما ببینید پیدا کنی، کات ضبطش کنی، بچسبونیش به هم، بزنش روی. ولی اگر آدم ببینه که حمایت میکنن این کار رو انجام میدن. شما تلویزیون آمریکایی نگاه کن، the funniest video یا این اتفاقایی که میفته، یا مثلا دزدان احمق، یه فیلمی هست اصلا ویدیو نشون میده دزدان احمق میره مثلا بانکو میزنه، میاد شیشه رو نمیبینه، با محکم میخوره تو شیشه، میفته همونجا قش میکنه، یا خودش میره داخل خودش رو قفل میکنه، یا میاد به جای اینکه درو مثلا به طرف بیرون فشار بده، هی دره رو به طرف تو میکشه و بدون اینکه در قفل باشه خودش اونجا ساعت ها میمونه. ولی مردم نگاه میکنن، میخندن. لازم نیست که یه برنامه‌ای رو که شما میبینید یه کار بزرگی انجام بدید. بله اگر عضو حزب پن ایرانیست شدید، اگر عضو حزب ایران آزاد شدید و اون حزب مثل مجاهدین یه تلویزیونی داشت، به جای اینکه تلویزیونش بیاد به این اون فوش بده، تلویزیونش باید برنامه به مردم بده. سازمان مجاهدین بگی که ملت همین جوری که ما در کمپ لیبرتی داریم با جارو رژه میریم، شما تو خیابون تو خونتون با جارو اینها رژه برید، تا یه روزی انشالله اسرائیل به ما اسلحه داد، ما میام به ایران حمله میکنم. هیچیمون درست نیست. ارگان یا صدا و تصویر یه سازمانی، صدا و تصویر اون سازمان نیست. تلویزیون هایی که باید برای تفریح و نمیدونم تنوع باشه نیست. همه چیزها قاطیه، غلطه. دوباره برمیگردیم به حرف آقای تیمسار آریانپور که ما نه مدیریت بلدیم، نه منیجمنت بلدیم، نه روز شمار داشتیم، نه ژورنال داشتیم و نه هنوز هم داریم و قدر اینها رو ندونست. نامه‌هایی رو که ایشون نوشته چه در ایران چه اینجا، اصلا من دیروز وقتی از اونجا اومدم بیرون گریم گرفته بود که چرا افرادی مثل این رو اینجوری. حالا بنده خدا خب زندگی خوبی داشته، الحمدلله فرزندش موفق، خودش خوب موفق، ولی اینا خدمتکار بودن، دلسوز مردم و ملت و کشور بودن، اینا رو اینجوری از خودشون روندن
یه مشتی احمق و چاپلوس رو دور خودشون نگه داشتن و بازم باید همین رو بگم، همون شد که شما میبینید 5000 سال مهندسی ایران. داشتم راجع به این میگفتم، این یه فیلمیه، اینم فیلمایی که به دست ما میرسه ما نمیدونیم که این قبلش روی یوتیوب بوده یا نه، بعد اگه ما نشون بدیم یوتیوب میگه که نه آقا این مال فلان شرکته، شما ویدیوی امروزت هم ما بلاک میکنیم و کم میکنیم و نمیدونم از این ماجرا. اینی که سعی میکنیم یه برنامه بذاریم این ویدیوها رو توی اون برنامه ها به شما نشون بدیم، که امیدوارم اینم جزو یکی از هدفهاست، اینم مثل همون وبسایت آقای نصر احمدی از هفته آینده. خب Prominent Iranian Launch Campaign، بله یک کمپینی هست که ایرانیا چه در داخل ایران چه خارج از ایران، افراد مشهور شناخته شده پابلیک فیگر صحبت میکنن و این ویدیو، این لینکی که اومده درباره اینه که حمایت میکنن توافق بین ایران و 5+1 رو و امید دارن که اگر این توافق انجام بشه خود به خود اتوماتیکوار مردم ایران دنبال آزادی های بیشتری میان و خود به خود و اتوماتیکوار آخوندها مجبور میشن حق مردم رو بدن یا مثل شاه سرنگون بشن و فرار کنن و در به در بشن دنبال تخت بیمارستان و دنبال یک کشوری که بهشون اجازه بده. و اما این خبر رو یکی از دوستان فرستاده، مهم برای کسانی که با سرطان، مثلا جمله ها رو بد می نویسن، برای کسانی که با سرطان درگیر هستن و تقریبا قطع امید شدن، قطع امید کردن، درگیر بیمارستان فودا در چین شوروی، در چین ببخشید، روش جدیدی برای درمان تومور سرطانی، تومور هم غده است، غده سرطانی ابداع کرده که از طریق فریز کردن و خشکاندن آن بدون شیمی درمانی قادر به ریشه‌کن کردن سرطان به طور کلی فقط در یک هفته می باشد. لازم به ذکر است که بیمارستان مذکور از طریق روش گفته شده هفته 5000 مریض را درمان می کند. بعد از اعلام این روش از طریق بیمارستان مذکور سیل مریضان سرطانی از سر جهان سرازی شده است. تلفن بیمارستان فودا رو اینجا نوشتن، وبسایتش هم هست، نوشتن لطفاً در دیگر گروه ها اطلاع رسانی کنید، شاید سببی شوید تا مریضی که ناامید شده به زندگی برگردد. سلامتی شما آرزوی ماست. حالا نمیدونم این وبسایت ها رو آدم میترسه باز کنه و اینها، چون مخصوصاً این یک کمی هم بوی تبلیغ ازش میاد. در صورت من اینو دارم، وبسایتشو باز نکردم، اینو آقای علی شیرازی لطف کردن فرستادن، اگر شماها میخواین براتون بفرستم. چون کسی اگر سرطان داشته باشه خب ریسک اینم میکنه که حالا یه وبسایت رو هم باز کنه ویروسی بگیره یا نگیره. و اما یک خانومی که قبلا هم با ما تماس گرفته بود، خانم ژاله، بذارید فامیلش هم براتون بگم، امروز هم باز ایشون ایمیل فرستادن، خانم ژاله جزمین گنجه، و توی این ایمیلشون دفعه قبل نوشته بودن که اسمشون چیه و چند سال با به اصطلاح با یه دختر 10 ساله بچه اینجا به اصطلاح سرگردان و نمیدونم مشکلاتی دارن و فلان اینها، توی ایمیل امروز که به انگلیسی هم نوشته بودن. ببینید دوست عزیز، من نمیدونم شما وقتی اینو به انگلیسی میفرستی برای یه تلویزیون ایرانی میفرستی ما باید چه کار کنیم؟ آخه بیننده ما که انگلیسی و آمریکایی نیستن، باید شما این رو با فارسی بنویسی و انگلیسی هم ترجمهش رو داشته باشی، بعد به مردم بگید که چه کار کنن. از اینکه درد شما رو بشنوند و شما هم هر روز ذکر مصیبت کنید چه نفعی چه سودی به شما میرسه؟ شما میگید من زنگ زدم به ساسان کمالی و به خانم ایکس و به آقای ایگرگ و تلفن رو قطع کردن، بعدش هم مسخرم کردن، خندیدن، این اون. خانم آقای ساسان کمالی فعال سیاسی نیست، ایشون مجری تلویزیون و رادیو، میاد صبح یه برنامه رو میذاره یه پولی هم بگیره بره. این کاری که شما کردی هیچ فرقی نداره با این که مثلا این نامت رو ببری بذاری دم یه چلو کبابی ایرانی، تازه شاید تو چلو کبابی ایرانیه یه نفر دیگه بگی ببینتش یه کاری انجام بده. شما به جاهای اشتباهی مراجعه میکنید، مثلا میرید دفتر حفاظت منافع
ایران، منافع ایران نه، دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران، و از اینا میخوان که چی کار کنن؟ از اینا میخوان که با آمریکا دعوا کنن سر حق شما؟ اینا حق خودشون و حق ملت رو دادن، نمیتونن پس بگیرن. حالا فکر حق شما هستن. من فکر میکنم شما روشتون غلطه. به شما پیشنهاد کردم، حالا پیشنهاد میکنم از سوشال میدیا، فیسبوک، یوتیوب، طریق ایمیل با مردم، بعدم به مردم بگید که چه کار کنن. شما میگید من میخوام فقط صدای منو بشنوم. خب شما هی وایسی اینجا از صبح تا شب داد بزنی، اونی هم که دلش میسوزه برای شما یه وقتی از داد و فریاد شما خسته میشه، میره دنبال کارش. ولی اگر همون اول حتی دادم نزنید، بگید مردم یه لیوان آب به من بدید، مردم مثلا یه نامه برای من بنویسید، اون وقت یکی که آب، یه لیوان آب میاره، یکی یه نامه بنویسه. شما به مردم بگید چه کار کنه، یا حتی بیان وایسید به مردم بگید که مردم من چه کار کنم. شاید یکی آمد به شما گفت چه کار کنه. ساعت 3:01 است، اجازه بدید بریم این یه دونه آگهی رو ببینیم. ضمن اینکه آگهی پتروس هندیمن رو سعی میکنیم درست کنیم و نشون بدیم و اینها، شما هم اگر سرویسی دارید، خدماتی رو انجام میدید، از تلویزیون مردم استفاده کنید، با ایرانی ها در سر تا سر جهان در تماس باشید. پس این آگهی رو ببینیم. تو این فاصله من تماس میگیرم با آقای دکتر نصر احمدی، و چون ایشون به صورت رادیویی با ما مصاحبه میکنن، من هم از حضورتون مرخص میشم تا این چشمام یه مقداری از نور و اینها استراحت کنه. من هم به صورت عکس، به صورت رادیویی، به صورت این عکس، بذارید ببینم، پلیر 6 با شما خواهم بود. پس تا دقایقی دیگر، مرسی، با ما باشید.